كسوز عليكم بيجين وجرمانة عندك معلومات بيجين وجرمانة مع السسية وإلى جمالة دوستان معرفة هنا از قرده دوستان نوجوان که منظورم از نوجوان اینجا زیر 18 سال تقاضا میکنم که بیان کم کم روی سن مستقل بشن برای مسابقه ما تا من این برنامه رو معرفی کنم. برنامه همونطور که بعضی از دوستان مستظر هستن شنبه ها در مؤسسه خویی برنامه ویژه نوجوانان پسر برگزار است از ساعت 3:30 تا 7 بعد از ظهر به زبان انگلیسی که از گروه های مختلف ایرانی عربی رومانی و افغانی دوستان مختلف شرکت میکنن در این برنامه. خب با ساعت 3:30 که شروع میشه برنامه با نماز جماعت آغاز میشه. بعد از اون ما رودخانه قرآن داریم و مباحثه اولیه یکی از موضوعات محترمه نوجوانان پرسش و پاسخ و انتها حدود ساعت 5 تا 7 ما در همین محل در اینجی فوتبال بازی میکنیم با نوجوانان. ساعت 7 برنامه تمام هستش. یه خلاصه هست کنم خدمت دوستان از عناوین که ما هم بحث کردیم که حالا با نوجوانان از دوره پاییز که از میانه‌های اوت آگست آغاز شدش بحثی که ما داشتیم که حالا هفته یکی موضوع مورد بحث قرار میدیم یک شخص اتفاق والده بودش بحث روحی تحبار کنترل نفس بکنم نمانی برای روی این فکرت برای نشان میدم احکام گروه همسی که هر خیلی رو بکن نیاز بکن در اصل حاضر دوستیابی و اهمیت دوستیابی در سعادت انسان بکنم رسال پیغمبران و یک مقدمه بر درست تحبارت هم نشستم. برنامه آتی که در واقع بحث کنم که دوان و جوانان تا انتهای فصل پاییز که انتهای در واقع دسامبر شد بحث یه قدر خورده ما خوردنی ها و نوشیدنی های حلال حرام از این بحشیده حلال حرام تکشیر بحث دعوت از اجاسنت بحث ارتباط و حرامت و بحث اجا و آثار گناه داریم و دو ویژه در مورد برای مجموعه پاییز در واقع یک کمپی از شهرده بعد در روز آخر شد برای این قدر و دو برنامه موضوع برای دهه اول محرم رو دادیم که شخصت های واقعی قرارا رو محرم شده و مباحثه موضوع کنیم در مورد مسئله. فقط من معرفی بکنم یک کمپ رو ما داریم برای هفته ای بعد کمپ دو روزه است یک شب و دو روز که صبح شنبه حرکت خواهیم کرد و یک شنبه بعد از ظهر باز خواهیم گشت به نزدیک شهر شربروک منطقه حاضری به نزدیک شربروک خواهیم رفت. اونجا هم برنامه های تفریحی خواهیم داشت هم برنامه های ورزشی و برنامه های در واقع فرهنگی موضوعات مختلف رو بحث خواهیم کرد که حدود 55 دلار صرف نامش هست شامل اقامت هزینه های خودخواهر و که دوستانی که الان استقلال بتونن به صورت از طریق سایت ثبت نام بکنن نوجوانشون و یا از طریق پرداخت کش اگه سر از سرویسها بتونن برای این برنامه ثبت نام بکنن. حالا ویژه دوستان نوجوان یک برنامه مسابقه را خواهیم داشت که با بنده انشاءالله اجرا خواهیم کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوانان بالای بین 10 تا 17 سال پسران و دختران تا 18 سال فرق نمی‌کنه. اصلا شمایی دوستان تو میرم مسابقه دو سری داره، یه جدولی هست و یه سوالاتی رو باید جواب بدن تا این جدول بر بشه و این رمز جدول دست پیدا کنه. به تعداد بچه‌هایی که اینجا سوالات بیشتر رو جواب بدن که سه نفر اول جایزه داده میشه به سه نفری هم که رمز جدول رو به دست بیارن به غیر قرعه باز جایزه این اهدا خواهد شد. خانمهای نوجوانم در این مسابقه شما خانمهای محترم زیر 18 سال دختر خانمهای زیر 18 سال محمد آقا بسم الله گوشه باشی شما در از دست دیگه دختر خانمهای نیستن شما
شیش نفر جایزه میدیم، سه نفر در این قسمت، سه نفر برای رند مسابقه. کسی دیگه این نیست؟ خانوهای زیر 18 سال
سند. من شهر مسجد علی علیه السلام در به اون شهر است. از راه در باید به اون شهر شد. سوال بعدی، قسمت‌هایی از سخنان حضرت علی علیه السلام در چه کتابی جمع شده؟ معروف ترین کتابی سخنان ایشون رو داره چیه؟ احسن، نهج البلاغه. سوال بعدی، نه از این بعدی نه نهادی نیست درست. سوال بعدی کجا بودیم؟ نام قاتل حضرت علی علیه السلام چه کسی ایشون رو شهید کردن؟ در ماه رمضان، در محراب، در مسجد. چه کسی از نظر این شکل کردن تو ماه مبارک رمضان؟ سوال بعدی، زمان شما بودی؟ روز شهادت حضرت علی علیه السلام 21 کدوم ماهه؟ 21 ماه مبارک احسن، رمضان. تشکر کنید شما چی؟ نام جنگی که حضرت علی با خوارج کردن، با گروه خوارج، نام جنگشون چی بود؟ اولا این سخته ایشون نگه هم میداریم من دوباره برمیدارم کی میدونه جنگی که از فارسی به ترتیب احسن نهرمان نه نام جنگ حضرت علی با سوارش کردن نهرمان خب نام فرزند حضرت علی که بر اثر حمله مردمان این پلی شهید شده احسن، یه ما حسین علیه السلام اسم آمه احمد را بنویسیم کی جواب داشت؟ تو جواب بده؟ خب، ایشون بوده نه، ایشون سما جواب داشت رو سفیر رو گفتی نه؟ خب، ولی شما جواب بده نه؟ خب، سوال بعدی پیروان حضرت علی علیه سلام من جا خالی رو برای شعرت حضرت علی به همراه فرزندانشون که همه امام هستن چند تا امام هستن ما که شیعه هستیم چند نفر امام داریم؟ احسن، 12 تا سوال درست میده پیروان حضرت علی و 11 فرزند معصومش را شیعه چه میگویند؟ اسم اشعری جوابی که باید مجدد پیدا بکنید اسم اشعری یادتون باشه اسم اشعری رو پیدا بکنید اسم اشعری یعنی 12 از پدر کمک بگیریم عربی برد خب شما جواب بدید دوباره شما سم نه شما سفیر گفتید و گفتن نه جواب غلط دادم از این باشید درست شبی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدن اسم اون شب چیه؟ که جان خودشون رو به جان پیامبر گذاشتن شب یه شبی بود که ایشون خوابیدن در بستر پیامبر و جان پیامبر رو نجات دادن جواب به این میگه که اگه قرار باشه و خودش یه دوشان بسید خرمانه نه احساس لعیت و مبید تشکیم بکنیم دوستان بسید نه بابا سوال بعدی یکی از کنیه های معروف حضرت علیه السلام که به معنای پدر امام حسن ایشون که از فرزندانش امام حسن کنیه ایشون که به معنای پدر امام حسن یکی از کنیه های معروفشون
احسن